پروانه میدید. درود دوستان، درود میفرستم به همه باشندگان، درود به گرامیان در تالار. من یک تیکه فقط الان در پایان شنیدم، در رابطه با این میخوام صحبت کنم، طرفداران شاهزاده. امیدوارم این شخص هم حضور داشته باشه در تالار و به این موضوع کاملا دقت کنه. البته من صحبتم برای همگانی هست، نظر خاصی در پاسخ به این شخص ندارم، صحبت من همگانی است و این اتفاقا بهانه ای هست که ایران ستیزان میخوان پادشاهو، یعنی اختلاف بندازن بین پادشاه و طرفداران پادشاهی. دقت فرمودی، این حربه ایران ستیزان هست دوستان. در صورتی که لومپنتر، فحاشتر، دریوریگوتر، مغلکتگرتر از طیف چپ اصلا وجود نداره. دقت فرمودی؟ منتها اونها توهیناشون رو با کتشلوار کروات و شیک میکنن. یه سری میهن پرستان نه، این قاعده رو ندارن، اگر یعنی رک صحبت میکنن. دقت فرمودی؟ میخوام اینو بگم که این رو، این موضوعی که طیف چپ میخواد بهانه بکنه و بین طرفداران شاهنشاه و شاهنشاه اختلاف بندازه، وارد این بازی نشید. اما اونایی که میگن که طرفداران پادشاه پادشاه اینطوری، طرفدارانش اونطوری، ببینید اصولا اینها از باز در قالب طیف چپ و اسلامگرایان خلاصه میشن، به خاطر اینکه ذهنیتشون روی منوها بنا شده. دقت فرمودید، یعنی اونی هم که باز ادعای چپ و فلان این حرفا میکنه، نهایتا اون چه میدونم آمال و آرزوهاش در ماو، لنین و استالین رو مارکس خلاصه میشه، یا مثلا در چگوارا خلاصه میشه. دقت فرمودید، به خاطر همینم هست، یا مثلا اسلامیسته آمال و آرزوهاش در یک چه میدونم پیامبری خلاصه میشه، یا در یک ولایت فقیهی خلاصه میشه، یا در یک نمیدونم حضرت علی خلاصه میشه. تمام اینها همون برمیگرده به اون فلسفه اندیشه مونوتئیسم یا مونوارشی یا مونوگرایی یا مثلا تنهاگرایی، شخصگرایی، فردگرایی. و اینها توقع دارن، برای مثال، که مثلا اگر پادشاه ایران میاد یک صحبتی میکنه، همه مثل گوسفند سرشون رو مندازن پایین، بعبع بکنن، همونطوری که مثلا جماعت کمونیست سرشون رو مینداختن پایین، بعبع میکردن در برابر ماو، بعبع میکردن مثلا در برابر دستورات استالین، بعبع میکنن در برابر دستورات ولایت فقیه. اینا فکر میکنن که طیف پادشاهی هم همینطوری هست. دقت فرمودید، اینها اون چون ذات خودشون این بعبع کردن درش وجود داره، که مثلا دارم میگم اگر پیامبرشون لنین یک فرمانی رو صادر کرده، اینا بعبع کنان دنبالش میرن، در طیف پادشاهی هم اینطوری، در حالی که در طیف پادشاهی اینطوری نیست دوستان. و ما اجازه نخواهیم داد که پادشاه ما رو بکنن لنین و ماو یا استالین، یا اینکه بکننش ولی فقیه، نه، این همچی خبرهایی نیست. ما هیچگاه در طیف پادشاهی این اجازه رو به این جماعت چپ ایران ستیز نخواهیم داد. پادشاه ما نه ولی فقیه هست که ایشون دستوری صادر بکنه همه سرشون رو بندازن پایین، بعبع کنان برن اطاعت بکنن، نه ما هست. شما اگر یک برگ ببینید، این جماعت انقدر از اون اندیشه ایرانی، فرهنگ و تاریخ ایرانی دور هستن، ناشناسن، نمیشناسن که این حرفا رو میزن. اینا اگر یک برگ از شاهنامه رو خونده بودن و اصلا درک، حالا ممکنه یه عده‌شون هم خونده باشن ولی درکش رو ندارن. دقت فرمایید، اگر یک برگ از شاهنامه خونده بودن، سراسر شاهنامه حماسه است. سراسر شاهنامه شما در جای جایش میبینید که پهلوانان رفتن در برابر پادشاهی ایستادن که اون پادشاه داره خطا میکنه، اون پادشاه داره به خطا میره، اون پادشاه داره یه حرف اشتباه میزنه و حرف پادشاه رو اصلا قبول نکردن، کار خودشون رو در راستای میهن انجام دادن. بنابراین درک این موضوع خیلی مهم هستش، که وقتی ما میگیم پادشاهی خواه هستیم، نه اینکه پادشاهمون رو قبول نداشته باشیم، شاهنشاهمون رو قبول نداشته باشیم، خیر، براش جان میدیم، منتها ما در جلوی صف حرکت میکنیم،
مینروبی میکنیم زمین جنگ رو، سربازان دشمن رو از بین میبریم که پادشاه به سلامت از روی این زمین بگذره. یا مثلا یه سری صحبت ها باب کردن، آی شما نمیتونی از پادشاه جلوتر بری، نه نمیدونم از پادشاه، چرا عزیز من اتفاقا یک سرباز باید از پادشاه جلوتر بره در زمین جنگ؟ دقت فرمودی؟ اینها یاوه های چپ ها هست، یا کسایی که جدیدن لباس پادشاهی خواهی، چپ های قدیم که امروز چون اقبال اجتماعی با پادشاهی خواهی هست لباس پادشاهی برتن کردن، یک جورایی هم شاهزاده شاهزاده، یعنی ایشون رو شاهن نه شاهنشاه میدونن نه پادشاه میدونن، همون شاهزاده بسنده میکنن، یه عده‌شون هم که میگن رضا پهلوی، انگار مثلا با بقاله سر کوچه‌شون دارن صحبت میکنن. اینا یه همچین جماعت پستی هستن دوستان. حالا این چپ‌های پست امروز کت‌شلوار پادشاهی تنشون کردن و دارن تعفنات چپ رو به اسم پادشاهی خواهی به جامعه تزریق میکنن. اینم ما باید دقت کنیم، حواسمون باشه. یعنی هر کی اومد گفت من عاشقتم شاهزاده، غلط میکنی. تو بیش از اینکه عاشق شاهزاده باشی، ببینه از پادشاهی چیزی میدونی، از فلسفه پادشاهی چیزی میدونی، از تاریخ و هویت ایران چیزی میدونی. چرا میگم تاریخ و هویت ایران؟ به خاطر اینکه فلسفه پادشاهی گره خورده با تاریخ و هویت ایرانه. اینها از هم جدا نیستن دوستان، دقت فرمودی. اول بیاید یه 4 تا سوال پرسش در این راستا بکنی تا ببینید واقعا طرف پادشاهی خواهه یا داره لاف پادشاهی میزنه. این خیلی مهمه دوستان. ضمن اینکه گذشته افراد خیلی مهم، امروز بابا گلشیفته فرعانی، این بچه توده‌ای ایران ستیز که بارها و بارها ایران ستیزیشو آشکارا عنوان کرده، توییتش خاطرتون هست، کوفت و زهر معماری حقامنشی ساسانی و نمیدونم خاک بر سر پرچمش رو خورد، یادتون هست که درسته؟ یه همچی آدمی که اصلا ذاتش ایران ستیزی وجود داره، شدیدن هم با این تجزیه طلب ها ارتباط داره، با اون هانری لوی ارتباط داره، اینا همه در طیف خیانت به سر میبرن، یهو میاد یه توییتی میزنه آوی پرچم شیر خورشید، روز ملی پرچم شیر خورشید. بابا ما با یه همچی جماعت وقیه پس فطرت دروغگو شیاد شارلاتان طرفیم؟ آقا جان بفهمیم اینو، ما با یه همچین جماعتی طرفیم؟ ما با حافظ و خیام و فردوسی و سعدی و سهروردی و نمیدونم گل اومد بهار اومد میرم به سرا که طرف نیستیم که عزیز من. که این یاوه یک سری ها میان یک سری یاوه سرایی ها میکنن، انگار مثلا همه چی گل و بلبله، ما هم در قهوه خونه نمیدونم قنبر نشستیم داریم چایمونو مینوشیم و قلیونمونو میکشیم، همه چی هم گل و بلبله، همه چی سر جای خودشه، فقط مونده آروخهای روشنفکری این حضرات که بیان واسه ما اینجا مثلا تز بتر کنن، که اصلا در مبناشون در اون ریشه بنیادهای اندیشهیشون پوچ و توهی مغزم هستن. خب بدبختی یکی دوتا نیست. ببینین ما با چنین جماعت وقیحی طرف هستیم، ما با یه مش زامبی سیاسی طرفیم دوستان، و این خطر بسیار بزرگی برای آینده ایران اتفاق هست. دقت فرمودی؟ حالا درک این مسائل، وقتی ما این مسائل رو متوجه بشیم، این مسئولیت رو احساس میکنیم که آقا جان پادشاه یک دستور کلی میاد میده، ولی اون شما در میدان جنگ، در زمین جنگ، وقتی که دشمن رو به رود هست، اسلحه‌اش رو روی پیشونیت گرفت، نشانه گرفته، یا اینکه شمشیرش روی گردنت هست، که منتظر نمیمونی پاد ببینی پادشاه چی میگه، دستور پادشاه چیه؟ بابا جان باید بجنگی، باید خودتو نجات بدی، باید بتونی این جبهه رو به پیش ببری، منتظر دستور کسی نمیشینی. ضمن اینکه یک پادشاهی خواهی که از نگاه اندیشه، خرد و فلسفی پادشاهی خواه است، نه فقط به خاطر مقابله با جمهوری اسلامی یا مافیای جهانی، نه فقط به خاطر شاهنشاه دادمهر رضا پهلوی، در وجود و ذاتش برای شکوه و نجات و آزادی ایران پادشاهی خواه است، این آدم وظیفه خودش رو به مانند کاوه انجام میده.
منتظر نمیمونه که در میدان جنگ ببینه پادشاهش چی داشت. یک دستور کلی وجود داره، دستورات کلی وجود داره، اما این رو شما هستی که بر مبنای شرایط باید اجرا بکنی تا برسی به اون هدف. بنابراین این بازی که اینها را انداختن، مشتی پس وترت ایران ستیز یا مشتی پادشاهی خواه قلابی که اینها همشون هم ریشه چپ دارن، تعفنات چپ، اصلا دهان باز میکنه بوی گند و تعفن چپ ازش میزنه بیرون، میان این یاوه ها رو میگن نگذارید شاهنشاهتون رو برابر بکنن با استالین یا ولی فقیه. اینها یه همچی هدفی دارن. بعد میشینن اون ور میگن آی نگاه کنی این شاهنشاه مستبد دیکتاتور فلان این حرفا، پدر سوخت و هر کاری ما بکنیم شما میخواین یه حرفی در بیارین. اگر بخوایم 100% گوش کنیم آی نگاه کنید فردگرایی از همین الان داره موج میزنه، استبداد شرقی دوباره نمیدونم برافراخته شد، نمیدونم آی دیکتاتوری پروری فلان، پدر سوخت و اگرم بگم آقا ما کار خودمون رو داریم میکنیم آی چرا به سخن پادشاهتون گوش نمی. یعنی شما هر جوری با اینا چی پس فطرت جماعت، چپ جماعت، جمهوری خواه جماعت، ایران ستیز جماعت بخوای برخورد بکنی یه جور دیگه حرف میزنه. یک نکته پایانی هم بگم دوستان، بعد میرم پایین صحبت های شما رو گوش میدم. در طیف چپ اصلا امکان نداره یک آدم ملیگرا و ایرانگرا وجود داشته. این هم یک دروغیه که یک سری یک مش پس فطرت برای اتفاقاً به بیراهه کشوندن من و شما انداختن وسط. چپ ملی کجای یک چپ میتونه ملی باشه؟ اصلا موضوعی که در ایران اندیشش پایه ایرانی نداشته باشه نمیتونه ملی باشه. چپی که آمال آرزوهاش در ساختار جمهوری خلاصه شده است، جمهوری که در غرب در واقع پایگذاری شده و همه چیزش در اونجا هست، غربی که 14,000 سال دشمنی با ایران داره، چجوری میشه یک کسی که ادب، یعنی یک کسی که اندیشش در این راستا باشه بخواد ملیگرا باشه؟ این خزعبلاتو دارم به من شما بخورن، من شما میدن که من شما رو فریب بدن که ما نتونیم سر از ناصر تشخیص بدیم، که ما اتفاقا نتونیم این همبستگی رو پیدا بکنیم. با چه کسی قرار همبسته بشیم؟ با هر خرفستری مگه میشه با دشمن ایران رفت هم بسته شد؟ دشمن من دوستان حتما دوست من نیست. مجاهدین هم دشمن جمهوری اسلام هستن، تجزیه طلب هم توی سمخواهیشون دشمن جمهوری اسلامی هستن، حتی اینا همدست هستن، پشت پرده همدست هستن، اینا فراموش نکنیم، ولی خب ظاهرشون اینطوری نشون میدن. خب ما با کی باید بریم هم بسته بشیم؟ ما برای زدن دشمنمون که نمیتونیم بریم با دشمن جان وجودی خودمون هم بسته بشه. اصلا اینا اصلا خوز اول همین حرفا هست که 43 سال 44 سال جامعه رو گمراه کرده، که نمیتونه اون همازوری بنیادین رو در اون دل اجتماعی خودش درست بکنه. به خاطر همین یاوه گویا یاوه پردازی هاست. دقت فرمودید؟ بنابراین حواسمون باشه فریب این چیزها هم نخوریم. میهن پرستان با هم همازور بشن، هم بسته بشن در درون مرز، در خارج مرز اصلا طیف عظیم 95% جامعه هستیم ما. دوستان خودتون رو دست کم نگیرید، نگاه نکنید در این رسانه ها با دروغ و فریب طبق اون تئوری اسپرال آف سایلنس یا حلزون سکوت میان اقلیت رو به شما اکثریت نشون میدن. در دام این رسانه ها و اون فضای پروپاگاند رسانه‌ای قرار نگیرید. عکس ما پادشاهی خواهان 90-95% باور کن، خیلی دارم اجحاف میکنم در حق خودمون، خیلی بالاتر از این صحبت های ما، 90 میلیون در درون ایران، 20 میلیون خارج از ایران، درصد بندی کن تا متوجه بشی. در همین تظاهرات اخیری که 6-7 ماه طول کشید شما این موج، اون اولش اومدن یه تبویی درست بکنن که این شیر خورشید رو از موج جدا کنن، ولی زمانی که میهن پرستان اومدن به میدان شمشیر به دست و این تبو رو شکوندن، پرچم شیر خورشید آوردن چون وسط، شما موج شیر خورشید رو در این تظاهرات دیدید، دست همه بود این پرچم. خب شما درصد مندی بکن، در درون ایران هم همین هست. بنابراین وارد این فریب و نیرنگ رسانه‌ای هم نشیم، قدر خودمون رو بدونیم. حالا ما اکثریت جامعه چه از اون
چه میدونم دکتر مهندس و پروفسورش بگیر تا نمیدونم اون کارگر سادهش، 95% این جامعه در جای جای ایران، حالا خارج از ایران اصلا ولش کن، اصلا بیا بیرون از خارج از ایران، میهن پرست هستند و گرایش پادشاهی خواهی دارن و گرایش پادشاهی خواهیشون هم فرهنگی و تاریخی است، اون حس درونشون هست، ژنتیکی هستش. دقت فرمودید که به هیچ عنوان پادشاهی رو دیکتاتوری و استبداد و نمیدونم این یاوه ها نمیدونن، این آروغهای روشنفکری از تو همین دانشگاه های کثیف آخوندی که استادانش تز دکترا جعل میکنن بیرون میاد دوستان، نه از دل جامعه. بعد گل گرفت سر در اون دانشگاه رو که میشنن آروغهای چگوارایی میزنن و توی کافه های بالا شهر پارچه ملت میشینن سیگار برگ میکشن و کافه میخورن و زرت و پرت های چپی میکنن. اینها این تعفن از همون دانشگاهی میاد بیرون که استادش یا آخونده یا تز دکترا جعل میکنه. دقت فرمودید ما یه همچین افتضاحی در جامعه همون داریم. اینا مردم نیستن، اینا طیف اجتماعی نیستن، اینا بخش های کوچک اجتماعی هستن. ما نمیتونیم طیف کلی جامعه رو فدای بخش های کوچک ایران ستیزه بیخرده که صبح تا شب هم واسه ما آروغ روشن فکری میزنه که خودش هم از حرفای خودش سر در نمیاره، نمیتونیم جامعه رو فدای یه همچی قشری بکنیم. دقت فرمودی؟ دیگه این کارو نخواهیم کرد. بلایی که سال 57 بر سر ما آوردن، اقلیتی خائن به حمایت جهان عاری از شرافت و اخلاق که نامش دموکراسی است، به اسم اتفاقا دموکراسی و حقوق بشر، اومده این همچین فلاکتی رو بر سر ایران و حتی میان رودان یا خاورمیانه پیاده کردن، دیگه فریب این همچین چیزی رو نخواهیم خورد. دقت فرمودی؟ محکم ما باید بریم جلو، بدون تابو باید بریم جلو، با یک استقامت، با یک شجاعت، با یک دلاوری. و اینا چجوری شما میخواین این اهریمن هزار چهره رو شکست بدی؟ مگه شوخی آخه مبارزه کردن؟ مگه خونه خاله است؟ مگه با آرق روشن فکری و حرفای شیک و مجلسی و جستوئل های سیاسی و سانتیمانتالیسم سیاسی مگه شما میتونی ایران نجات بدی؟ این یاوه ها رو انداختن وسط که اتفاقا ما ها رو دل سرد بکنن، ما ها رو خنک بکنن، خشم ما رو فروخور نمیخوان بکنن. شما اصلا اگر خشم نداشته باشی نمیتونی انقلاب کنی. انقلاب نیاز به فضای انقلابی داره. فضای انقلابی آکنده از درد و رنج و خشم هست که به وجود میاد دوستان، نه با قربونت برم فدات بشم جیگرتو بخورم. اینا یاوست دارن به خورد من و شما میدن. دقت فرمودید؟ خشممون رو باید ورجاوند بکنیم، شمشیرهای ساسانی رو از نیام بر بکشیم و بریم به جنگ این دیوان و ددان و دروغان. اصلا جور دیگه امکان پذیر نیست عزیزان. دقت فرمودید؟ بنابراین اجازه ندید که با یه سری صحبت ها و یاوه ها فریبتون بدن، خشمتون رو فروکش و فروخورد بکنن، به بیراهه بکشونتون، پادشاهتون رو بخوان ولی فقیه و استالین بکنن، یا از این یاوه های دیگه با این پروپاگاند رسانه‌ای بخوان اون اکثریت اجتماعی رو نادیده بگیرن یا به اقلیت تبدیلش کنن و یاوه هزار و یاوه های دیگه. ما کاوه‌وار بر مبنای مهر به میهن، تکیه بر تاریخ و فرهنگمون هست که شمشیر از نیام بر میکشیم و میریم به جنگ دشمنان ایران و انیرانیان. دقت فرمودید؟ این چنین اگر رفتار بکنیم، عمل بکنیم، با خشمی ورجاوند پیروز میدان خواهیم بود. در غیر این صورت آش همین آش و کاسه همین کاسه، 440 سال دیگه هم اتفاقی نخواهد افتاد. حواستون باشه دوستان، فریب این یاوه ها و خزعبلاتو نخورید. سپاس از مهرتون، پاینده ایران جاوید. یه نکته من با پروانه خیلی سریع عنوان کنم. ببینید گرامیان، ما هممون انسان هستیم. دقت فرمودی؟ انسان ها هم با هم متفاوت هستن، ضمن اینکه ما دارای پوست و گوشت و استخون و مغز و اعصاب و روان و حرفا هستیم. بنابراین این هم یک صحبت اشتباهیه که آقا اون چوری که من هستم شما هم اونطوری رفتار کن. یک سری الگوهای درست وجود داره، نه اینکه ما درباره الگوها صحبت نمی کنیم یا الگوهای درست و نادرست و اصلا ما باش کاری نداریم.
ولی اینی که آقا شما حتما اینطوری باش و شما اونطوری باش و اگر اینطوری نباشی پادشاهی ضربه میخوره و اگر نه آقا اینا صحبت‌های همین چپ هاست. اینها اتفاقا اون الگوهای اشتباهی هست که به عنوان یک در واقع روش یا به عنوان یک فکت میندازن وسط که اتفاقا سردرگمی به وجود بیارن. نه آقا جان، ماها انسانیم دارای یک سری احساسات هستیم، خصوصا میهن پرستان نمیتونن به قول معروف گفتنی در برابر یک سری ناملایمات خونسرد باشن، تحملشون از دست میره. حالا هر کسی هم جدای از این، هر کسی هم یه اخلاقی داره، بنابراین این رو زیاد اصلا چیز نکن چون اصلا مهم نیستش. دقت فرمودید؟ هر کسی یک روشی داره، طبق اون روشش هم داره کار میکنه. ضمن اینکه همه که یکسان نیستن که عزیزان. یا اینکه مثلا اتفاقا یه صحبتی الان شنیدم که آقا هر کسی هم مسئول صحبتهای خودشه، کاملا درسته، این ربطی به طیف پادشاهی نداره. اینها رو چپ ها دارن میندازن وسط که بخوان به ماها ضربه بزنن، چون خودشون در یک یونیفرم خاص عجیب غریب کت‌شلوار کرواتیه که حالا اینو به عنوان تمسخر دارم میگم، نه اینکه چیز بدی باشه کت‌شلوار کروات، نه، نشستن که و همشون هم چون ایران ستیز هستن و روی برنامه هدف کار میکنن، پولم اوورد بهشون میرسه. مشکلاتی که ماها تو زندگی داریم که یه روز کار نکنیم، باور کن فرداش نتونیم کرای خونمون رو بدیم، بعد خونه رو تخلیه بکنیم، این مشکلات هم اینا ندارن، واسه همین ریلکس هستن. ضمن این که برای سازندگی قرار نیست کاری بکنن، برای تفرقه، برای شیادی، برای تخریب کار میخوان بکنن، بنابراین میتونن ریلکس باشن چون میدونن دارن دروغ میگن، میدونن دارن تفرقه میندازن، میدونن دارن شیادی میکنن. کسی که میدونه ریلکس این کار رو انجام میده بدون هیچ ناراحتی، ولی ما وقتی که میایم این شیادی ها رو میبینیم هرس میخوریم عزیز من، داغ میکنیم، صدامون بالا میره. واسه اینکه انسان هستیم، انسان خیلی راحت بهتون بگم دقت کنید، بنابراین وارد این بازی هم نشید که گل به خودی بزنید. جناب زورمان درود بر شما. من استاد طاهری رو مثال زدم دوستان، با بحث من اینه که پادشاهی خواهان وارث یک در واقع یک تاریخ تمدنی هستن، گفتمانشون، عملکردشون، برخوردشون باید از اون منش آریایی، از اون گفتمان برتر بیاد، یعنی تمام گفتمان ها رو در خودش بتونه ببلعه، یعنی با منطقش طوری باشه که چاهی وجود نداشته باشه. تمام گفتمان ها رو بتونی در درون خودت ببلعی، مشکل از شماست. هست نه بانو النا، ببین مهربانون مهرنوش، من روی سخنم با شما صحبتم کلی بود، ولی من گمان میکنم که شما نه منش آریایی رو میشناسید، یه چیزی شنیدید ولی نمیدونید. شما نه منش آریایی رو میشناسید، نه، چون میایید یک سری در واقع کلیشه ها رو به منش آریایی رفت میدید. این اشتباه نکنید. فرهنگ برتر رو میشناسم از نه. این منش بله، فرهنگ برتر یعنی گفتمان برتر، یعنی زیبایی. نه اصلا بطن صحبت شما اشتباس، خیلی پوزش میخوام مهربانو، من شما رو نمیشناسم، احترامم براتون قائلم، ولی بطن صحبت شما اشتباس، شما کلیشه‌ای داری صحبت میکنی. شما میگید آقا داد نزن، توهین نکن، چون فرهنگ آریایی یه برتری فرهنگی. شما میخواین من از دل اوستا، یعنی از اوستا اجازه بده نابود میکنن، بقیه وای میسن نگاه میکنن، این میشه اجازه بده بانو. شما داری میگی بانو النا، یه لحظه اجازه بده من تا پایین سخنم برم. ببینید دوستان، مهربان و مهرنوش، شما میخواید من از یعنی شما از اوستا دیگه، وقتی شما از فرهنگ، از دل فرهنگ یا فرهنگ آریایی صحبت میکنید، ما مرجعی بالاتر از اوستا نداریم. دو تا مرجع داریم، یکی اوستا، یکی شاهنامه است. ما از این دو تا مرجع بالاتر نداریم. شما چند تا فوش خار مادر میخواید من از دل اوستا برات همین الان در بیارم؟ چند تا فوش خار مادر میخواید در بیارم؟ منتها فحاشی یا ژاژگویی بهتره بگیم، ژاژگویی در دورانها تغییر میکنه، واژگان متفاوتی میاد این ژاژگویی رو به تفسیر میکشه یا به تصویر میکشه. دقت فرمودی؟ در 8000 سال پیش ژاژگویی با یک سری واژه های دیگه بوده، به گونه دیگه بوده، ولی نفس ژاژگویی
یا اگر امروزی بخوام صحبت کنم، نفس فشخار مادرش سرشاش بوده، دقت فرمودی؟ یا مثلا در شاهنامه هم همچنین. بنابراین خواهشن وارد این کلیشه های عجیب غریبی که این چپ ها درست کردن به اسم ادب. آره ما در فرهنگ ما ادب داریم، احترام داریم، همه چی داریم، در کنارش فش خارمادر هم داریم. کسایی که میان اینطوری صحبت میکنن وجدانن یه برگ از ایرج میرزا رو نخوندن، یا اگر صادق هدایت رو خوندن نفهمیدن، یا حتی همون سهراب سپهری. بابا اینا لابلای تمام نوشته هاشون فش خارمادر. عارف قزوینی رو نمیشناسن. بنابراین ما در فرهنگ و ادبمون همه چیز داریم. ما مونو نیستیم عزیز من، دقت کنید دوستان. یعنی دقیقا همین انسانی که متفاوت هست با اون احساسات متفاوت در قالب اجتماع هم همین هستش. در این اجتماع، در این فرهنگ همه چیز وجود داره. از ادبیات فاخر وجود داره تا ایرج مرزایی که میاد فش خارمادر میده در قالب اشعار ادبی. در این اوستا داده های بسیار بسیار فاخری وجود داره، اما در همین اوستا فش خارمادر هم وجود داره عزیز من. همچنین در شاهنامه، همچنین در چه میدونم شاعران قرن 14 و 16 و 15 و 17 و این حرفا. بنابراین اصلا این صحبت ها صحبت های نیست که ما، یعنی با این صحبت ها ما نمیتونیم چیزی رو درست بکنیم. اینا کلیشه های پدر مادرامون هست شاید، ولی واقعیت اجتماعی فراتر از این صحبت ها هست. ضمن اینکه ما فرهنگ غالب رو داریم به خاطر اینکه ما از ایران صحبت میکنیم. ایران فرهنگ غالب ما هست، نه اینکه طرز بیان ما. چون اگه اینطوری باشه، ببینید، یک ایران ستیزی که میاد میشینه در همین تریبون ها خیلی شیک و مجلسی هم صحبت میکنه، ولی تمام وجودش کینه به ایرانه، تمام وجودش تعفن به ایران هست، اونو پس شما قبول داری؟ اینایی که فقط دنبال ادب هستن، ادب که معیار چیز مبارز و میهن پرستی نیست. نمیگم بی ادب باشین، نمیگم بی ادب باشین استاد طاهری. ادب جان، من فقط یه مثال دارم برای گفته هم، همیشه استاد طاهری هستش. حالا اگه صحبت دارم. خب حالا نه، خب برای شما استاد طاهری، برای اینکه شما فقط یه چیزی رو دیدید اونم استاد طاهری هستش، برای شما هم استاده، خیلی هم خوب. جناب طاهری رو من براش احترام قائل هستم، روزنامه نگار خیلی فرهیخته هست، خیلی هم آدم باسوادیه، اصلا چیز نیستش. حالا برای شما استاده، برای ما استاد نیست واقعیت، ولی به عنوان یک میهن‌پرست قبولش داریم. حالا من مخالفی با صحبت شما ندارم مهربان و مهرنوشا، اشتباه نکن، مخالفی با صحبت شما ندارم. ببین الگوی درست الگوی درسته. من چیزی که میخوام بگم، تک بعدی به مسائل نگاه نکنید. یعنی این الگوی، فقط الگوی شما که از استاد طاهریتون آموختید در کره زمین یا در سپهر سیاسی و در جامعه وجود نداره، الگوهای زیادی دیگه هم وجود داره. من دارم تلاش میکنم که این زاویه های دیگر هم باز کنم. به چه دلیل؟ به دلیل همین حربه هایی که ما جدیدن داریم، خصوصا حملات و حربه هایی که در رسانه ها داریم میبینیم. ما اگر بخوایم خودمون رو شکل حربه های دشمنانمون بکنیم، پس اصلا اون وجود خودمون چی میشه؟ تینت و خودمون چی میشه؟ بینش خودمون چی میشه؟ حرکت های خودمون چی میشه؟ ما که داریم خودمون رو شکل اونا میکنیم، یعنی اونا عملا دارن دشمن ما رو به ما خط میدن که اینطوری بشو. اصلا این بزرگترین خطا و اشتباه هست. من دارم این زاویه رو باز میکنم. اصلا با شخص شما مهربانو یا مثلا با اشخاصی که نام بردید ندارم. یک موضوع کلی رو، صحبت شما بهانه ای شد که من یک موضوع کلی رو باز کنم. اصل قضیه اینجا هست که دوستان، ما در یک جامعه تک بعدی زندگی نمی کنیم. این جامعه چند بعدی هستش. در فرهنگ ایران همون گونه که آثار بسیار بسیار فاخری وجود داره، فش خارمادر هم وجود داره. فش خارمادر خارج از فرهنگ ما نیست، نه که فرهنگ ما، هیچ جای جهان نیست. همینایی که ادعای نمیدونم ادب ادب میکنم، صبح تا شب فیلمای آمریکایی که میبینن از اون اول تا اون آخرش 80,000 بار فاکیو 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 مادر رو نمیدونم فلان این حرفا تو این فیلم ها میاد بیرون. بابا بس کنید وجدانه، اصلا نگید این حرفا رو. اینا حرباهایی هستش که میهن پرستانو بزنن. اینا میخوان در واقع یک جوی رو درست کنن بر ضد میهن پرستان، هر بهونه ای رم میان میکنن تو بوق و کرنا. دقت فرمودید،
این ابعاد من باز کردم که بدونید نخست فرهنگ آریایی کلیشه‌ای نیستش که بخوایم به عنوان یک کلیشه ازش استفاده کنیم. در فرهنگ ما در طول تاریخ تا به امروز ژاژگویی های متفاوت داشتیم، منتها با واژگان متفاوت، ولی ژاژگویی همیشه وجود داشته. ضمن اینکه ما انسان هستیم، میتونیم خشمگین بشیم، داد بزنیم، دعوا بکنیم، بخندیم، گریه کنیم، چه میدونم عرق بخوریم، سیگار بکشیم، عبادت کنیم، نکنیم، ورزش بکنیم. نه آخه بابا جان دقت فرمودی؟ و هر کسی هم چیز صحبتهای خودش رو داره، مسئولیت صحبتهای خودش رو داره. و اگر یک کسی داره یک صحبتی میکنه در هر طیفی، مثل این میمونه که وقتی من میرم توی اتاق جمهوری خواه برخی اوقات که اصلا لیچار گویی های اصلا شما مو به بدن سیخ میشه، یه حرفایی میزنن که اصلا نشنیدیم، من وجدانا خودم نشنیده بودم تا حالا این لیچار گویی ها رو. دقت فرمودی؟ منتها من همه جمهوری خواها رو اینطوری نمیبینم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یک چیزی در وجودمون هست به اسم معرفت. اون معرفت رو رعایت میکنیم. ولی این ایران ستیزان، این طیف چپ، اون جمهوری خواها، خصوصا اینهایی که سر و تهشون در باسن جهان غرب هست، اینا اصلا چیزی به اسم معرفت نمیشناسن. چون جهانشون جهان معرفت داری نیست. دقت فرمودی؟ اینو خواستم به عنوان یک در واقع موضوع کلی عنوان کنم که دوباره حواسمون باشه که یک، گل به خودی نزنیم، دو، وارد بازی اینا نشیم، سه، اگر قرار باشه هرچی اونا بگن ما اونطوری خودمونو بکنیم، که خب اونا دارن ما رو کنترل میکنن. منظور از اونا، منظور دشمنان ایران، طیف چپ و ایران ستیزان هستن که در این رسانه ها صبح تا شب یاوه‌های متفاوت پراکنده میکنن. سپاسگزارم پاینده ایران جاویدش. نه، من گمان میکنم پوزش بخوام دوستان میانه سخر، من گمان میکنم هر کسی یک روش داره. ببینید مثلا روشی که من برای مثلا پیش برد اهداف چیز میکنم به گونه دیگه هست، روشی که مثلا جناب زوروان، چه میدونم، مهربانوانی که اینجا هستن، مهربانانی که اینجا هستن، جناب آرش و دیگر دوستان، میبینم جناب آریو هم پایین هستن، درود بر شما، جناب پیجواک و دیگر همازوران، خدمت شما هر شب، هر کسی یک روش کاری داره. یک عده هستن مثلا مثل ما، جنبش رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی، ما اصلا کارمون سازمانی عمل کردنه، بنابراین روش هامون متفاوت هست با یک شخصی که به صورت شخصی مثلا میاد کار میکنه و صحبت میکنه، مثلا مثل جناب زوروان یا مثل مهربانو النا، یا مثلا ممکنه شنیدم که مثلا مهرنوش کار رسانه‌ای میکنه. خب روش کار متفاوته، یعنی کسی که کار رسانه‌ای میکنه بعد بره تو دل دشمنم، شاید بعضی وقتا شمشیر بزنه، یعنی بعد بره تو اتاق حزب الله، تو اتاق چه میدونم اصلاح طلبه، اصولگرایه، تو اتاق ایران ستیزه، بره در دل خودشون به اینا ضربه بزنه. روش کار متفاوته. این روش کارم به چه گونه هستش؟ همم نمیتونن یه روشی داشته باشن. جناب زوران خیلی حرف قشنگی زد. ببینین اصلا در یک سیستم کشورداری، اصلا که سیستم کشورداری بلشون، در جنگ یه عده نشستن در اتاق جنگ، نقشه میکشن، استراتژی ها رو چیز میکنن، یه عده هستن کارهای لوجستیک رو انجام میدن، چه میدونم غذا، آذوقه، چه میدونم توپ، تانک، فشنگ، اینها رو تهیه میکنن، یه سری هستن مسئول خریدن، یک سری هستن که نمیدونم کارشون فقط سنگر زدن و سنگر ساختن، یه سری هم هستن تفنگ رو میگیرن دستشون، آر پی جی میگیرن دستشون، خط مقدم دارن چیز میکنن. تازه اون خط مقدم هم سه لایه متفاوته، بچه‌ای که جنگ کردن میدونن داستان چی. بنابراین اینو ما اگر در نگر داشته باشیم، میگم همه چیز رو مونو نبینیم، همه چیز رو به گونه ای که خودمون میاندیشیم و برای خودمون انگار یک موضوع مسجل و روشن و شفافی هست، نخواهیم که بقیه هم مثل خود ما باشن، بیاندیشن، رفتار بکنن، حرکت بکنن. این اشتباه دوستان. ما دنبال یک جامعه تکبودی و منویی نیستیم. جامعه، خصوصا جامعه ایران، شاید یک جامعه رنگارنگ هستن، یک جامعه پولیتئیسم هستش. ما باید درک پولیتئیسم و مونوتئیسم رو عبر داشته باشیم تا بدونیم که در رابطه وقتی که ما میخوایم یک کار رو انجام بدیم، چگونه، از چه روش، با چه آدمهایی، اصلا در چه محیطی داریم این کار رو انجام میدیم. بنابراین زیاد این مهم نیستش که مثلا آقا اگر مثلا من رضا مهربانی اینطوری کار میکنم،
باید مثلا حتما جناب زوروان هم همونطوری کار بکنه یا جناب آرش هم همونطوری کار بکنه یا برعکس. نه، ما هر کدوم در جایگاه‌های خودمون میتونیم ارزشمند رفتار بکنیم. و اتفاقا این رو ما در باز من نمونه میارم در اوستا که وقتی میاد تفاوت مثلا در اون اتا یهو ویرهو، در اون نیایش اتا یهو ویرهو میاد بین فرمان روا، یعنی بین کسی که فرمان روایی میکنه و کسی که رد یا روحانی هست تفاوت قائل میشه که میگه یتا اهو ویرهو. من اجازه بدین یه لحظه اوستای ورجاوند رو باز کنم. یتا اهو ویرهو اتارتوش اشاچی هچا ونگهوش دزدا منگهوم شینتوم نام انگهوش مزدایی هشرم چا اهورایی یا یم دیریگو بیو ددت واستاره. برگردانش چی میشه؟ میشه همان گونه که سردار دنیوی. خوب دقت کنید دوستان، ما در یک جامعه هستیم، در این جامعه لایه های متفاوتی هستن، آدم های متفاوتی هستن، اندیشه های متفاوتی هستن. در این جامعه 8000 سال پیش ببینید چی گفته. همان گونه که سردار دنیوی به اراده خود فرمان روایی می کند، همان گونه نیز یک رد در پرتو راستی و درستی نیرومند هست. بخشش اندیشه نیک بهره کسی است که کار را به نام و به خواست مزدا انجام دهد. نیروی خدایی و کشور اهورایی از آن کسی است که درویشان را دستگیری کند و به آنان دانش بیاموزد. همان گونه که سردار دنیوی یعنی پادشاه، یعنی وزرا، یعنی چه میدونم لشکریان به اراده خود فرمان روایی میکنن، کارشون رو دارن انجام میدن، همان گونه هم یک روحانی در پرتو راستی و درستی پیروزمندتری است. این دوتا با هم متفاوت هستن، یک هر دوتون یک کار رو انجام نمیدن. و اتفاقا این سند بسیار بزرگ و قدرتمندی از جدایی دین از سیاست یا نهاد دین از نهاد شاهنشاهی در تاریخ بشریت هست. یعنی ما قدیمی تر از این سند نداریم، حتی در ریگوداها من فکر نمی کنم همچی سند من ندیدم. جناب زوروان در ریگوداها همچی چیزی داریم وجدانه؟ چرا میگم ریگوداها؟ چون ریگوداها ما با همدیگه یک ریشه مشترک داریم دوستان، دقت کردی چی دارم میگم؟ بنابراین این قدیمی ترین سند جدای دین از سیاست. بنابراین وقتی که حالا برمیگردم یه تو پرانتز یه چیزی بگم، وقتی که یه عده میان در رابطه با سکولاریسم و لایسیته صحبت میکنم من خندم میگیره، چون اینا به ما ایرانی ها ربطی نداره. مشکل اینجاست که خیلی از ما ایرانی ها هنوز ایرانمون رو درست نمیشناسیم و گمان میکنیم الگوهای غربی رو مثال میزنیم و خودمون رو میخوایم بالا بکشیم شیک نشون بدیم، با الگوهای غربی خودمون رو مقایسه میکنیم. این یکی از معضلات کار اتفاقا میهن‌پرستان و خصوصا پادشاهی خواهان هست و این چنین اتفاقا پادشاهی ما رو میزنن. دقت فرمودید؟ حالا وقتی شما یه همچی چیز شناختی یا یه همچی موضوعی داشته باشی در اون جامعه، همه نمیتونن مثل هم باشن، سردار دنیوی کارش رو میکنه، رد کار خودش رو میکنه، لشکری، نمیدونم کشوری، دهقان، فنا، هر کنون کار خودش، ولی در یک جامعه، در مبسپهر سیاسی هم همینه، در حالت مبارزاتی هم همینه. این همون الگوی اجتماعی رنگارنگ هست که از اندیشه منوع جهان غرب به دوره. این در جهان غرب هست که همه باید مثل من فکر کنم، مثل یهوه میگه آقا منم، چون ریشش در یهوه خلاصه شده، منم اون آفریدگاری که توی 7 ساعت 7 روز 7 دقیقه چه میدونم حالا هر هفتی هست جهان رو پدید آوردم، منم تنها قدرت، باید حرف منو گوش کنی، اگه گوش نکنی میذارم پدرتو در میارم، باید مثل من فکر کنی، مثل من رفتار کنی، مثل من. اینها الگوهای غرب دوستان، الگوهای جهان غربه. یا مثلا در بخش کشورداریش میشه مونوآرشی، تنها قدرت، منم تنها قدرت که همه کاری میکنم. از اون مونوه دیکتاتوری هم در میاد یا استبدادم در میاد، ربطی به ما نداره در ایران، چون ما اصلا الگوی منوی درمون وجود نداشته.
همین امروز هم در جهان غرب با تمام ادعاهای دموقرازیشون و حقوق بشرشون و کوفت و زهرمانشون هنوز در دلش مونویی وجود داره. تنها اون، تنها فلان، تنها فلان. و الگوهاش هم همینه دیگه، شما میبینید در رسانه‌هاشون و فلان و فلان و فلان، همه یه جور لباس بپوشن، همه یه جور غذا بخورن، همه یک جور حرف بزنن، همه یک جور رفتار بکنن، همه چیز رو دارن مونوتئیزه میکنن. اصلا جامعه به این میره، فرهنگ به این میره، تاریخ به این میره، ریشه ها، اصالت ها، همه چی به این میره در یه همچی جامعه ای. بعد یه عده هم میهنان شوربختان فریب زنبل و زینبوهای پوچ تو خالی این جهان غرب هم خوردن و الگون برای اینکه خودشونو بالا و شیک نشون بدن مقایسه میکنن با این الگوهای پوچ غربی. این اشتباه بزرگ هستش دوستان، دقت فرمودی؟ اگر ما درک درستی از ایران و ایران شهر رو اون واقعیت‌های تاریخی جدای کلیشه که فقط بیایم اسمشو ببریم، واقعیت‌های درون تاریخی خودمون داشته باشیم، نیازی به الگوهای غربی نداریم، نه در جنبه اخلاق، نه در جنبه سیاست، نه در جنبه تجارت، نه در جنبه دین و باور، نه در هیچ جنبه، نه در جنبه اقتصاد. شما وجدانن ماتیکان هزار دادستان رو بخونید، من اینو بارها عنوان کردم، یک مجموعه دادهای در واقع دادگری هست، یک مجموعه مدنی و قضایی و این حرف هست. وجدانن اینی که مثلا 4000 سال پیش نوشته شده از این قوانین به اصطلاح مدنی امروز غربی که حالا اونا که خیلی دوست دارن هی غرب غرب کنن شیکه براشون، هزار سال جلوتره، هزاران سال جلوتره. این چی به ما نشون میده؟ که نیاکان ما وقتی که یک موضوعی رو بهش میاندیشیدن و یک راه حلی رو براش چاره میجستن، این موضوع و این راه حل برای همه دورانها شما میتونی ازش استفاده کنی، یعنی شامل زمان نمیشه. دقت فرمودی؟ این موضوع بسیار حائز اهمیت دوستان. درک این موضوع به ما کمک میکنه که وارد یک سری مسائل حاشیه نشین. دقت فرمودی؟ اینم حالا باز یک مثالی بود که من تلاش کردم، امیدوارم دوستانم از من ناراحت نشده باشن، من این صحبت‌ها رو می‌کنم واقعا چیز ندارم، قصد خاصی ندارم، یه وقت جسارت برداشت نکنید ناراحت بشید از دست من، یه آی ما هم هر وقت حرف می‌زنیم یه چیزی میاد میگه، نه، یک سری صحبت‌ها رو آدم میشنوه مجبوره یک سری مسائل رو به صورت همگانی عنوان بکنه، چون اینها معضلات جامعه هست، ناهنجاری های هست که ما در سپر سیاسی و اجتماعی و حتی تاریخی فرهنگی هم داریم میبینیم. دقت فرمودید؟ اینها رو ما باید این کجی ها رو راست بکنیم تا به نتیجه برسیم. اگر ما این کجی ها رو راست نکنیم به نتیجه درست هم نخواهیم رسید دوستان. دقت فرمودید؟ به هر حال سپاس از مهرتون، سرتون در نمیارم. پاینده ایران جاوید شاه، گویان رپ.